ادامه برنامه صبح زندگی است. ما را همراه باشین تا آخرین لحظات برنامه صبح زندگی از شبکه جهانی آرینا. موضوعات خیلی مهم و موضوعات خیلی اساس تقدیم شما میشه و گپ اساسی که باز هم شما از استرس دور باشین، بوهایی که خوش است یا بوی خوب شما همیشه استشمام بکنین تا از استرس به دور بمانین. ادامه برنامه صبح زندگی و باز هم همکار خیلی خوب ما با شما، البته در رابطه با پیامی که دارن. بله، من پیام ندارم. خانم شبنم نسیمی رئیس دوستان حزب محافظه‌کار بریتانیا و افغانستان از لندن خواست و تلویزیون آرینا مخصوصا برنامه صبح زندگی یک پیام خوبی را در زمینه به موضوع کرونا یا مرتبط با ویروس کرونا گذاشتن. ای که پیامشان چی هست با هم امین لحظه یک جا مشاهده میکنه. سلام به تلویزیون آرینا و بینندگان برنامه صبح زندگی. شبنم هستم، رئیس دوستان حزب محافظه‌کار بریتانیا با مردم افغانستان. میخواستم از این فرصت استفاده کنم که با شما درباره اینکه بریتانیا چگونه شیوع کرونا را مدیریت میکنه معلومات بیشتر بدم تا شما بتانین از این روش ها در افغانستان هم استفاده کنین. در بریتانیا بیشتر از 19,000 نفر به این ویروس مبتلا شده که از این جمله حداقل 12,000 جان خود از دست دادن. کشورهای جهان به خاطر جلوگیری از گسترش این ویروس محدودیت های در شهر و بازار وضع کردن. با عنوان مثال در بریتانیا دولت از شهروندانشان خواستن که فقط در وقتهای ضروری از خانه بیرون شوند. مثلا افراد فقط یک بار از خانه بیرون شوند برای ورزش، همچنین فقط به خاطر رفتن به کار بیرون شوند، اون هم در صورت کاملا ضروری باشه و برای خریدن مواد ضروری و اولیه. توصیه ها به مردم افغانستان چی هست؟ این که ویروس کرونا یک مرض مصری یا ساری است و یک بیماری جدید است. اکثر شما شاید بفهمین که علائم این ویروس بیشتر تب، خستگی شدید و سلفه خشک و دوام دار است. این ویروس از یک فرد به دیگر فرد میتونه در فاصله کمتر از 2 متر به آسانی سرایت کنه و همچنین میتونه از طریق سلفه به دیگران منتقل شوه. من میفهمم و درک میکنم که بودن در قرنطینه به مردم افغانستان خیلی گیج کننده و شاید هم ترسناک باشه، ولی سازمان بهداشت جهانی صحت توصیه میکنه که ما خود باید از ویروس محافظت کنیم. چگونه از ویروس خود محافظت کنیم؟ اول اینکه به طور مرتب و همیشه دستهای خود حداقل برای 20 ثانیه بشوییم. به صورت خود، به چشم خود، به بینی و دهان خود دست نزنیم، به خصوص زمانی که دستهای ما ناشسته هست. با افراد که بیمار هستند تماس نزدیک نداشته باشیم. توصیه میشه که در خانه باشیم و سفرهای غیر ضروری را انجام ندهیم. با دوستان خود فعلا دیدار نداشته باشیم و فاصله 2 متری با افراد رعایت کنیم اگر مجبور شویم که از خانه بیرون بریم. افغانستان یک کشور هست که مردم خیلی با هم زندگی میکنن و اجتماعهای زیاد در هر گوشه و هر خانواده وجود داره، اما توصیه میشه که فعلا گرد همایی بیشتر از 2 نفر برگزار نکنین و همچنین کوشش کنین که تنها با اعضای فامیلتان و خانوادهتان باشین و به میمانی نروین. اگر احساس میکنین که حالتان خوب نیست، برای 7 روز خود قرنطین کنین، منزوی بسازین از دیگرا و اگر با کسان زندگی میکنین که این بیماری را یا دارن یا مریض هستن، خود به 14 روز قرنطین کنین. مهم است، بسیار مهم است که این مسئله را جدی بگیرین و مراقب خود باشین. تشکر. سپاسگزارم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر میخواین برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر میخواین برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر میخواین به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.